جمهوری اسلامی و تنش در جهان، تعبیری آشنا برای بسیاری از سیاستمداران به خصوص مخالفان حکومت ایران. روز دوشنبه، پارلمان اروپا در بروکسل میزبان شماری از سیاستمداران و فعالان حقوق بشری بود. حمایت جمهوری اسلامی از روسیه و نقش تهران در تأمین تسلیحات برای این کشور در جنگ اوکراین، خطر جدی حکومت ایران بر بی‌ثباتی منطقه‌ای و بین المللی، بحث قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی، سیاست باجگیری حکومت از زندانیان دو تابعیتی و نقش جهان در مبارزه با جمهوری اسلامی از محورهای این کنفرانس بود. ببین، قصد اصلی این جلسه اینه که یک صدای جوان ایرانو تو قلب اروپا بلند کنیم. این یه قسمتش است. قسمت دوم اینه که مومنتومی که جمهوری اسلامی سعی میکنه به این ببره رو ما زیرش هنوز شعله ها رو نگه داریم. قسمت سوم اینه که نشون بدیم که جمهوری اسلامی فعالیتش چجوری به هممون داره دونه دونه ضربه میزنه به شکلهای مختلف، مثلا تو اوکراین، مثلا تو سوئد، مثلا تو هلند. تمام این چیزهایی که به هم لینک بکنیم، اون وقت یه توجه خاصی به وجود میاد. این توجه به ما میتونه کمک بکنه که جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنیم، که مردم ایران هر چه زودتر بتونن که این درخت فاسد از جاش بردارن. ترور و تهدید مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا و سپاه پاسداران به عنوان بازوی حمایتی جمهوری اسلامی از مواردی بود که سیامک تدین، روزنامه‌نگار مستقل در هلند، به آن اشاره کرد. باید اروپا ترتیب اتخاذ کنه که تصمیم خودش رو بگیره و سنگش رو با خودش وا بکنه که آیا اینا، سپاه پاسداران که پشت همه اینا و مسترمایند این هستش، آیا تروریستی هست یا نه. اگر هست که خب باید اعلامش کنن و شروع کنن به تحریم کردن و حالا ایادیشون رو از اینجا بیرون کنن، تا اینکه اون خودش هم باعث میشه که یک کمکی بشه به همون تحریم‌ها. یعنی خیلی از کسایی که توی اروپا هستن و با سپاه پاسداران همکاری دارن علنا در خاک اروپا، دیگه نمیتونن راحت فعالیت کنن، یا حداقلش اینه که باید خوب ترک کنن اروپا رو. من منظور نظرم بیشتر این بود و هدف این بود. ویدا مهرنیا، همسر احمد رضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی زندانی در ایران، از سیاست‌های گروگانگیری ایران و تلاش آنها برای آزادی این گروگان صحبت کرد. این گروگانگیری 8 سال و 8 ماه که طول کشیده، ولی در طی این سالها، بعد از این چندین سال که پیگیر وضعیت احمد رضا بودن، مطمئنن همه اعضای پارلمان، دولت‌های اروپایی، هم از بلژیک، سوئد و یا ایتالیا یا کشورهای دیگه، متوجه شدن که احمد رضا تنها یک گروگان هست و احمد رضا کاملا بی‌گناه گرفته شده و دستگیری احمد رضا خودسرانه بوده و طبق گزارش یو ان که منتشر شده، هیچ کلمه‌ای به جز این که شکنجه محسوب میشه که احمد رضا رو چندین سال هست بدون دسترسی به خدمات درمانی و یا هر چیز دیگه زیر حکم اعدام نگه داشتن نیستش. و امیدوار هستم که دولت‌های اروپایی دیگه بدونند که این گروگانگیری رو بتونن تموم بکنن و احمد رضا رو آزاد بکنن و نزد خانواده‌اش برگردونن. مسلماً هر فشاری که از هر جانبی ما روی اروپا وارد کنیم، به خاطر اینکه وارد بازی مذاکرات به اسم مذاکرات دوباره نشن، تاثیرگذار خواهد بود. همین جمعه یک عده‌ای از جمهوری اسلامی اومده بودن اینجا برای وین، در واقع برای مذاکرات، و خدا رو شکر دست خالی برگشتن و ما این دست خالی برگشتن رو باید ادامه بدیم. و این بسته به ماست، بسته به این که ما، وقتی میگم همه ایرانی ها و نه تنها ایرانی ها، و پیام امروز اینجا این بود که تمام دنیا دیگه باید متحد بشه. ایالات متحده آمریکا و دیگر اعضای گروه 7 به تازگی در طی بیانیه حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل را محکوم کردند. آنها به دفعات از جمهوری اسلامی خواستند که دست از تنش در خاورمیانه بردارد. سارا دماوندان، صدای آمریکا، بروکسل.